هیچکی نمیتونه بفهمه که چی سر من اومد. امیدوار بودم که بتونم بالاخره همه چی رو ردیف کنم. یادم رفته بود که امید لبه باریکه یه تیغ برنده بین شکست و پیروزیه. یادم رفته بود که امید تنها پاداشیه که ارباب ها به برده‌هاشون هدیه میدن. یادم رفته بود که امید آخرین بلاست، چون عذاب رو طولانی تر میکنه. آریت رو سال 98 طراحی کردیم و سال 1400 ساخته میشه. اخلاق فیلمسازی گروه مستقل نقطه اینطوریه که 60% از فیلم رو توی پیش تولید میسازیم. یعنی فیلمنامه رو مینویسیم، بازنویسیش میکنیم و براش استوری بورد تهیه میکنیم و ماها با بازیگرا و دوربین تمرین میکنیم. 20% توی مرحله تولید ساخته میشه و 20% بقیه میره برای پست پروداکشن که میشه تدوین و ساخت موسیقی و جلوه های ویژه و بقیه کارا. فیلم برداری فیلم آریت یک هفته طول کشید و بعد از اون 3 ماه صرف ساخت موسیقی، صداگذاری و تدوین شد. و بعد از اون فیلم آریت راهی جشنواره های جهانی شد. تا الان که در تیر ماه 1402 هستیم، فیلم آریت موفق شده به 11 تا جشنواره بین المللی راه پیدا کنه. این جشنواره ها توی کشورهای مختلفی مثل آمریکا، کانادا، فرانسه، هندوستان، ونزوئلا و نظیر اینها بودن. فیلم آریت توی برخی از این جشنواره ها موفق به دریافت جایزه شده و تو بعضی دیگه شون نامزد دریافت جایزه شده. به عنوان مثال توی جشنواره بین المللی 5 قاره ونزوئلا ما 6 تا جایزه بردیم. جایزه هایی مثل جایزه بهترین فیلم کوتاه موزیکال، جایزه بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه و جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد. و یا اینکه توی 14th دوره جشنواره بین المللی موسیقی و فیلم های مستقل آمریکا ما توی 3 بخش بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و بهترین بازیگر نقش اصلی زن نامزد دریافت جایزه بودیم. هنوز هم یک سری از جشنواره ها موندن و ما منتظر نتایج داوریشون هستیم و باید بگم که آریت تا پایان سال میلادی یعنی سال 2023 توی تور جهانی جشنواره ها باقی میمونه. نیلوفر آبی کلادمانه، جان پرسا، رودخونه سن، روشنفکر با عکت تا آتشی دستشو به سمت فرق دراز میکنه و او رو به رقص ما میده. روشنفکر سری از خوشی تکون میده. سلام، خسته نباشید. فرم نداشتم بابا. نیومدی نیومدی یه امشب که اومدید من خسته بودم. تو چرا حالت بارمونی؟ کرونا تازه شروع شده. بحبوحه یه شروع کرونا بود، موج اول به شکلی. من روز رفتم و با برای بچه ها آشنا شدم. آرمین نادری عزیز، کارگردان سعید هوشیار و تعدادی بچه هایی که اونجا داشتن تمرین میکردن. خب ما نشستیم با هم دیگه گپ زدیم، فیلم نامه به من دادن، اسم آریت بود و من بعد میخوندم چون نقش من نقش روشن فکره توی این کار. فکر میکنم یه 20 دقیقه شد که فیلم نامه من خوندم، ولی خیلی خیلی احساس قرابت با نقش و کاراکتر و حتی فیلم نامه کردم، به خاطر اینکه همیشه دغدغه خود من هم بوده این کار و حالا داستان به شکلی هستش که میتونست خیلی خیلی نزدیک به من باشه، هم از نوع نگاهش به زندگی، هم از نوع فعالیتی که داره میکنه، هم از نوع چندانم زبانی که حتی بلده. که من خیلی خیلی تعجب کردم که اولین چیزی که به آرمین نادری عزیز گفتم، گفتم که آرمین تو چجوری مثلا واقعا نوشتی؟ از روی کی نوشتی؟ مثلا خود منم در قصه فرهیخته و روشنفکر خب خیلی قصه جذابی، حداقل واسه من و حالا امین که تئاتر کار کردیم و دغدغه خیلی مشترکیه، یه درد خیلی مشترکیه بینمون، اتفاقایی که میفته جدایی از بحثایی که حالا در رابطه با معضلات اجتماعی و اقتصادی که این خانواده یا این زن و شوهر درگیرشن، ولی میگم از این لحاظ که این بودش که یه درد مشترکی بود که ما هممون داشتیم توی این صنف، خب این بخشش خیلی بر من جذابه. بزنم بچه‌ها اونجا هر کاری
هم صحبت کردیم مشکلش حل میکنه. یعنی تو داخل خودت برمیگردی. میشه ولی مجاز نمیام. آرمین نادری عزیز یه سبک و سیاق خاص خودش رو داره توی فیلمسازی. توی مدتی که من باهاش آشنا شدم کارهای پژوهشی بسیار بسیار عالی و دقتش روی فیلمنامه خیلی خوبه. جلساتی که ما تمرین داشتیم بسیار بسیار جلسات خوبی بود، یه تجربه بسیار خوبی بود توی بازیگری برای من و رسیدن به نقش. و یکی دیگه از چالش هایی که حالا شاید توی مدت من داشتم این بودش که ما باید به صورت کلاسیکی موزیکی رو تمرین می‌کردیم و می‌خوندیم. مبین نادری عزیز اون قطعه رو نوشته بود، به قول معروف برای ما فرستاد و ما روز اول خیلی گیج و گنگ و مبهم بود، برام خیلی سخت بود، ولی خب به کمک تیمش به ما خیلی خیلی کمک کرد که ما بتونیم نزدیک بشیم به اون چیزی که اون دلش می‌خواد. چالش اصلی که باهاش مواجه بودیم بخش موزیکال فیلم بود که اولش حقیقتش من فیلمنامه رو که خوندم فکر نمی‌کردم قراره واقعا موزیکال باشه، فکر می‌کردم یه دیالوگ ریتمیکه. بعد که واردش شدیم دیدیم نه، واقعا قراره موزیکال ضبط بشه. چون خیلی کم مواجه شده بودم با همچین چیزی تو مدیوم تصویر، خب خیلی جذاب بود، خیلی اتفاق عجیبی بود، یه تجربه خیلی تازه بود. نادری همونجور که سورپرایز میکنه همیشه آدمو توی کاراش، منو سورپرایز کرد و بهم گفتش که یه بخشی داریم که قراره موزیکال باشه. این هم چالش برانگیز بود به خاطر حالا اینکه قرار بود با این آگاهی رو داشتیم که قراره با بازیگرامون خوانندگی کار کنیم و کار سخت بود و قرار من برای این بود که موسیقی کلاسیک باشه کل فیلم و اینجا هم می‌خواستم از موسیقی کلاسیک استفاده کنم. خوندنش برای بازیگرامون می‌دونستم سخت بود. قطعه رو نوشتیم با یه سری دیالوگ که آرمین نادری بهم داده بود، یه حالت شعری آماده کردیم، موزیک رو نوشتیم، ملودی ها رو نوشتیم. آماده ایم؟ بله. این تیکه آخره؟ آره. فیلمسازی برای من همیشه کار جذابی بوده، به این دلیل که فیلمسازی یک کار گروهیه و کار کردن با آدمایی که با استعدادن و کار خودشونو میشناسن، کار خودشون واردن، همیشه برای من اتفاق جذابی بوده. از موقعی که خودم شناختم دوست داشتم که وارد یک گروهی بشم و تو ساخت یک فیلم مشارکت داشته باشم. خوشبختانه آرمین نادری از اون کارگردانی بود که اگر یه ایده‌ای بهش میدادی که در واقع مثلا توی فلان سکانسی حرکت دوربین پیچیده‌ای داشته باشه، سری رد نمی‌کرد، بعد بهش فکر می‌کرد و می‌دید اگر به واقع به کار میاد کاملا قبول می‌کرد. من با این جمله به طور کل مخالفم که بگیم این غلطه. اصلا با این غلطه مخالفم، چون هر چیز غلطی می‌تونه درست بشه. چی میگی شما؟ این زندگیمونه یه سفره خالی کف خونه،
این زندگی مونه با ما کسی جز ما نمیمونه، هر روزمون اینه. این یک سالی که گذشت ما مشکلات خیلی زیادی داشتیم از بابت اینکه شرایط کرونا بود و تمرینامون تحت تاثیرش بود، زندگی هامون تحت تاثیرش بود و قطعا خیلی از بچه‌ها هم خانواده‌هاشون درگیر شدن، خودشون بعضیا درگیر شدن و خیلی روزای سخت رو گذروندیم، ولی یک ذره هم از در واقع کاسته نشد از نیرویی که ما داشتیم، به این دلیل که ما یه تیمی هستیم که واقعا پشت همیم و هر روز که جلوتر رفتیم با توجه به این شرایط سخت حتی روحیه‌مون و همدلیمون بیشتر شد. من چیزی رو در واقع در طول تمرین احساس کردم که قبل این حسش نمی‌کردم و اونم حس آرامش بود، یعنی اینکه میتونستیم بر اساس دکوپاش، بر اساس استوری بورد تونستیم بر اساس اینا تمرینات رو برگزار کنیم و وقتی یه بازیگر سوالی از همون سرسر می‌پرسید جوابش کاملا از پیش آماده شده بود، میدونستیم که باید بازیگر توی چه صحنه‌ای چه حرکتی داشته باشه، ثانیه و دقیقه یا حتی زمانه سکانس دستمون بود. بچه‌ها خیلی تلاش کردن برای این کار، کماکان دارن تلاششون رو می‌کنن و مطمئنن این پروژه به نتیجه خواهد رسید. خوشحالم از اینکه تو گروه نقطه دارم همکاری میکنم با آرمین نادری، با بقیه دوستان، با اشتیاق دارم کار میکنم، تا هر جایی که در توانم باشه فعالیت میکنم، هر کمکی از دستم بر بیاد، هر کاری که بتونم، چون میدونم این پروژه موفقیه. مشغول به تمرین‌های گروهی فشرده شدیم و واقعا ساعات خیلی خوب و در عین حال خسته هم شدیم، اما اون خستگی خیلی شیرین بود به خاطر اینکه واقعا انرژی که تک تک اعضای گروه به هم دیگه وارد می‌کردن، سرپرست گروه و کل اعضای گروه به هم وارد می‌کردن، واقعا باعث می‌شد که اون خستگی جنسش فرق بکنه با خستگی‌های معمولی که داریم ازش صحبت می‌کنیم. لذت می‌برم توی این کار و کلا کار کردن با آرمین نادری خیلی حال میده و واقعا امیدوارم که پایان خوبی، خیلی خوبی در انتظار هممون باشه که هست. بس هست. آنتن پیدا کردیم، اینجا هیچی نیست، آنتن پیدا کردیم. خیلی جالبن این گروه نقطه برای کسی که میخوان در آینده به این گروه اضافه بشن. هر کسی تو هر جایی که داره کاری انجام میده، حالا سه نفر، هر شخص یه تخصص خاص خودش رو داره که نمیذاره اون کار از چارچوب خودش خارج بشه. جدا از همه این تجربی که خود شخص من توی سالیان خیلی درازی، تقریبا 10-11 سالی است توی صنف بازیگری فعالیت میکنم، با این گروه برخوردم داشته، این که میدونن چی میخوان. حس خوب فیلم برداری. امروز 9 دی. ساعت 5:40 بله بله 1398 نیست هم بله بله بسیار آقای حاجی هیده چه حسی دارید؟ خیلی عالی بود. خدا حافظ. آقای ظاهر نشسته کار هستن از اساتید برجسته و در حال تمرکز. بله بله شکل برنی ساندرز نشسته. 3 2 1 برو. کرونا اومده ولی ما اصلا کرونا اومده ولی ما اصلا برامون مهم نیست. ولی خیلی برامون مهم بوده. هم چرا این حرف بزنیم؟ الان اومیکرون اومده ما خیلی برامون مهمه. بچه ها میریم زدن روز اول فیلم برامون
برداری همه خوشحالن. ایوالله روز شما هم سلام علیکم. تا روز آخر فیلم برداری همه هم انقدر خوشحال بودن. انشاءالله تا خدمتون هستیم. روز دوم فیلم برداریه، به همین مناسبت یه چند کلمه برای ما صحبت کن. مناسبت خوشحالم که به روز دوم رسیدیم و هنوز هیچ کس نمونده. این خیلی برای من به هر حال دستاورد بزرگیه. من یه اعتراضی هم بکنم خدمت شما. همیشه هر موقع من با شما کار میکنم یه آفیش 24 ساعته میذارید، ضبط من هم میذاره ساعت 24. اصلا این انصاف نیست. من هیچ انرژی نداشتم. آی زاره هم هست میتونید بفرستید. و من میدونم که این کار شماست آقای هوشیار. خیلی خوشبختیم. روزتون بخیر. دوستان هستیم امروز. یه جمع بسیار عالی است. پر انرژی. دوستتون دارم. موفق و معجب. دیشب بعد شغل معدن سخت‌ترین کار بازیگری تا ساعت یک ما داشتیم میگرفتیم میلرزیدیم و میگرفتیم. الان خوب نبینید هوا اینقدر خوب و عالیه. خیلی خوبه.